نوزدهمین روز اردیبهشت ماه برابر با 9 می سال 1032 خورشیدی برابر با 1653 میلادی، اتمام بنای ساختمان تاریخی تاج محل در کشور هند. تاج محل نام آرامگاه ارجمند بانو ملقب به ممتاز محل ملکه ایرانی شاه جهان پادشاه هند است. شاه جهان که پنجمین شاه مغولی بابری هند به شمار می رفت، ساخت بنای تاج محل را پس از فوت همسر شاه جهان در ایالت اگرای این کشور آغاز کرد. نمای بیرونی تاج محل با نقش‌های رنگی مزین شده است و کتیبه‌هایی نیز بر آنها نقش بسته است. بر این بنا همچنین دو ذریحه یک پارچه از مرمر سفید قرار دارد که اجساد ملکه نور جهان و شاه جهان در زیر آن دفن شده است. برای احداث بنای تاج محل شورای از بهترین معماران تشکیل و سرانجام طرح استاد عیسی اصفهانی از معماران برجسته ایرانی انتخاب شد. سال 1325 خورشیدی برابر با 1946 میلادی، تخلیه کامل ایران از نیروهای شوروی سابق پس از پایان جنگ جهانی دوم. پس از پایان جنگ جهانی دوم، ایران به شورای امنیت شکایت کرد که روسیه برخلاف پیمان سه جانبه ایران را تخلیه نکرده است و در امور داخلی این کشور مداخله می کند. در نهایت موافقت نامه‌ای در مورد تخلیه ایران، نفت شمال و آذربایجان به امضای طرفین رسید و نیروهای شوروی ایران را تخلیه کامل کردند. اما مجلس شورای ملی با هماهنگی دولت موقت موافقت نامه امتیاز نفت شمال را رد کرد. سال 1339 خورشیدی برابر با 1960 میلادی، آژانس آمریکایی دارو و غذا FDA مصرف قرص تازه ساز تنظیم خانواده یا همان قرص ضد بارداری را مشروط بر اینکه تنها مصرف کلینیکی داشته باشد تأیید کرد. در ابتدا به دلیل مخالفت برخی گروه‌های مذهبی، FDA از پخش این دارو به صورت گسترده در داروخانه ممانعت می‌کرد، اما با مراجعه گروهی به دادگاه حکم توزیع آن در داروخانه‌ها توسط دادگاه صادر شد. بر اساس این حکم فروش این دارو در داروخانه‌ها با نسخه دکتر آزاد شد. طبق گزارش منابع رسمی، داروی ضد بارداری از لحاظ مصرف در جهان سال هاست که رکورد شکن بوده است. سال 1367 خورشیدی برابر با 1988 میلادی، صدور قطعنامه 612 شورای امنیت در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی. با شکایت ایران علیه عراق مبنی بر بمباران شیمیایی عراق، کارشناسان سازمان ملل پس از بازدید از مناطق دو طرف، گزارش خود را مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی به دبیر کل این سازمان تسلیم کرد. دبیر کل سازمان ملل این گزارش را به ضمیمه نامه‌ای به شورای امنیت تقدیم نمود که در نتیجه قطعنامه 612 صادر شد.